دبیرستان در ایران نبود به روش‌های جدید. اولین دبیرستان است که در دوره قاجاریه تأسیس شد. من سال 34 اومدم البرز. 1350 بود که وارد شدم، برای 6 سال اینجا بودم. همه امکانات یک مدرسه نمونه در البرز جمع شده. ورود به البرز یک کار رقابتی بود. یه مدرسه با انضباط، با دیسیپلین. شرایط سختی بود ولی سخت خوب. اینجا یک جریان آموزشی رو در کشور راه انداخت. معلمای ما اغلب یا ادبیاتیامون همه نویسنده و شاعر و اینا بودن، یعنی تو کلاس بالا بودن. خودم رو مدیون اینها میدونم. ما هنوز باز گذشت این همه سال خودمون البرزی میدونیم. مربی در دوران دبیرستان روی بچه ها میتونه داشته باشه، این چیزی هست که تا آخر عمر با این بچه ها میمونه. چون ما در دروس اگر به معرفت علمی نرسیم نمیتونیم بگیم ما موفقیم. درس یاد گرفتن در سنینی به وجود میاد که در دبیرستان هستیم، نه در دانشگاه. پایه اینجا بنا میشه. یه بخش عمده این موفقیت اینجا رو ما مدیون آقای دکتر مجتهدی هستیم. این مرد بزرگوار میگفت مهمترین چیز برای من در زندگی انضباطه. یادم میاد وقتی که آقای دکتر مجتهدی راه میرفت به یه شعاعی خلأ ایجاد میشد دور ایشون. شما میدونستیم که کوتاه نمیاد روی استاندارداش. اصلا میدونید این کاره بود، به شاگردا عشق میورزید. من تمام زندگیم رو الان هرچی که اصلا 73-74 سالمه، وقتی که بررسی میکنم تمام چیزمو از این مرد دارم. البرز رو مجتهدی میدید که یه جایی رو داره که سال 600 تا آدم معتقد به مملکت از توش در میاد. چند نسل از افراد برجسته کشور که خدمات بزرگی هم در داخل خارج کشور مثمر ثمرش بودن اینجا تحصیل کردن. کابینه دولت چندین تا وزیر البرزیم. خارجم من فکر کنم کمتر دانشگاهی رو میتونید توی حد آمریکا حداقل سراغ بکنید که توی کادر علمی این دانشگاه یکی دوتا از البرزیا نباشن. این مرد به حدی قوی بود، به حدی به راهی که داشت معتقد بود که من یادمه که سال 2000 بود که اومدن آمریکا، تو بوستون همه بچه های البرز جمع شدن و جالبه این همه فارغ التحصیل داشت تقریبا همه رو به اسم میشناخت. شما ثروت مملکتی، شما همه چیز مملکتی. یک آرزو دارم در زندگی، اگه مردم این آرزو رو من رو اجرا کنید، به مملکتتون خدمت کنید. شما مال ایرانید، دلم میخواد مملکت من با دست شماها آباد بشه. دست بردار نبود، براش ایران میکنید. اینجا حرفش فقط این بود که شما رو من تربیت کردم به ایران خدمت کنین، اینجا نشستین چیکار؟ در تک تک ما که با مجتهدی تماس داشتیم مقداری از مجتهدی هست و ما به خودمون حملش میکنیم. ببینید آقای دکتر مجتهدی در دوره‌ای که آمدن به این مدرسه البرز، اینجا همین دو ساختمان قدیمی وجود داشت، ولی ایشون 22,000 متر مربع ساختمان رو با کمک اولیاء دانش آموزان و خود دانش آموزان اینجا احداث کردن. به علت پافشاریش روی اصول باعث شده بود که افراد بهش اعتماد کنن. وقتی که مجتهدی دستش رو دراز میکرد دستش پر برمیگشت همیشه، به خاطر اینکه افراد میدونستن به کی دارن پول میدن. ببینید این ساختمان ها واقعا ارزش فرهنگی داره، اینها کهنه شده. این دیگه به عهده ما فارغ التحصیلان هستش که اینها رو بازسازی بکنیم. ببینید ما همه علاقمندیم که چه از نظر مالی، چه از نظر روحی، چه از نظر فکری کمک بکنیم. دوست داریم این البرز
احیا بشه، هم از نظر ساختمان‌های فیزیکیش، هم از دیسیپلینش، به همون جایگاهی که واقعا باید باشه برسه و بمونه. الان من این نیمکت‌هارو که می‌بینم راضی نیستم، میگم ما باید یه کاری بکنیم که البرز از نظر تجهیزاتش خیلی بهتر از این باشه. وقتی در دیوار رو می‌بینم که رنگاش خوب نیست دلم می‌گیره. یه ساختمانی که در اون پشت از زمان دکتر جردن ساخته شده نزدیک 100 سالشه، این ساختمان رو می‌خوایم بازسازی کنیم که به کمک‌های البرزیا خیلی نیاز داریم. قرار نیست جای خاصی باشید، شما میتونید برای البرز امکانات فراهم کنید. سالی یه بار میایین ایران، بیاین یه سخنرانی بکنید اینجا، اگر پروژه البرز داره کمکش بکنید. برگشتن و یه چیزی برگردوندن به این مملکت، خدمت کردن به ساخت و ساز مملکت، کمک کردن بازسازی این ساختمون یکی از کارهایی است که ما میخواییم شروع بکنیم و بخشی از انرژیشون رو بدن به البرز. ما فقط همین رو می‌خوایم. بیاین دست به دست هم بدیم. من تردید ندارم که ما میتونیم به کمک هم دیگه در مسیر آموزش پرورش این کشور تحول ایجاد کنیم. من الان عاشق اینم که یک ساعت طول دوران باشه. دوران البرز. دورانی که شکفتگی ما بود. شما امرو عشق منو در آوردید. ما از البرز خیلی چیزها گرفتیم. اخلاق گرفتیم. پایداری روی اصول گرفتیم. ایران دوستی رو گرفتیم. ما بایستی این هدیه رو دوباره برگردونیم به دبیرستان البرز. بنابراین خود البرزی ها باید دور هم جمع بشن و البرز رو به عنوان یک الگوی مدرسه موفق برای ایران و برای مردم ایران نگه دارن، حفظش کنن. بچه ها باید بدونن که اینا رو باید حفظ کنن، چون بچه ها نوه های خودشون قرار پشت این میز بشینن و درس بکنن.